ما تو رو در هوای ابری آوردیم. وای وای. در هر سر دنیا باید رفیق پایه داشته باشن. اگه میخواین که رفیق پایه ما را بفهمین کی هستن، پس ویدیو رو تماشا بکنین. بریم دیگه. بریم. سلام دوستای عزیز، امیدوارم از من باشین. خوش آمدین در یک ویدیو دیگه با من فائقه سلطانی. همونطور که میبینین بازم یک میله داریم و میریم بیرون گریل کردن. طبق معمول وقتی که بر ما مهمانی میایه یا یک شخص جدید میایه در خانه ما بر دیدن شهر ما، ما وعده میده میشه که میبریم شه گریل. جایی ده که ما پیدا کردیم یک جای بسیار آرام و لنگیز است که هر کسی که اینجا میره پشیمان نمیشه. از او خاطر ما دوستان مهمانای ما که میاین یک بار ببره میشه برای گریل کردن و در جای مقبول مهمانش بکنیم. البته اگر خوشش آمد میتونیم زیاد گریل بریم اینجا. خب در بین روزایی که میایه یک روز شما اختصاص بتیم برای گریل کردن و بیرون رفتن در فضای باز و غذا خوردن در فضای باز. این جایی را که ما پیدا کردیم بسیار زیاد خوب جای استک و مقبول و آرامش بخش استک که ما بارها هم اینجا آمدیم. زینب جان، بله. ما تو رو در هوای ابری آوردیم کباب خوردن. خوشحالی؟ بله. من همیشه از هر کس که جدید میاد به این منطقه ازش پرسیدم میگم حست چطور؟ چه حس داری؟ اینجا سر آرامش هست. خوبه. خوش میگذره اینجا؟ یادگاری بانه. سلام. سلام. امروز بر ما چی کباب جور میکنی کاکا؟ کباب مرغ بال و سینه مرغ. خب بشک. باز کجا آوردی؟ کی مهمانت کیه؟ مامی نیست، مهمان دخترم از کسی که نیست. خب بیادر. بله سه. چی شده بیادر؟ اینجا را بنجده. خب دیگه درخت ها پایین آمده دیگه، دریا توفانی شده. بدو بیم هلا بدو وای وای. خطر. هلو. درست است که بار آمدیم، اما با مهمان های جدید آمدیم و این بارم مهمان ما کسی نیست جز عمه کیان جان و شگوفه خانم. اینا یک خانواده بسیار خوب هستن که با همدیگه ما زیادی طرف و طرف میریم و خانواده بسیار پایه‌ای هستن و همچنان راضی خانم. برای زینبم زیاد زیاد خوش گذشت و گفته خودش که خیلی آرامش بخش بود. بچه ها میبینین این سنجاق کاره؟ نمیدانم سنجاق یا پروانه، اما خیلی قشنگ بود. یکیش رنگ مشکی داشت و یکی دیگهش رنگ آبی داشت که خیلی کوشش کردم که در ویدیو بیایه، اما هیچ فهمیده نمیشد. کوشش کردم دیگه که ببینین مو یک خطک آبی کست. یک سنجاقک های بسیار مقبول بود، خیلی زیاد بود. بعدش آمدم آتش روشن کنیم که تا خانواده شگوفه خانم اینا میان آتش روشن باشه و دیدم که کیان جان در دعاو بازی میکنه از امرای امه جانش. گفتم باشه صحنه را از دست نتم و این صحنه را ویدیو بسازیم که خاطره بانه و یادگاری بانه. خلاصه بر ما که هر جایی میریم کوشش میکنیم که استفاده از امی را بکنیم و لذت ببریم و از هر لحظه ای را که سپری میکنیم با خنده و با آرامش قلب سپریش بکنیم و با همدلی. خلاصه خانواده شوفه خانم هم رسیدن و آمدن امرای ما کمک کردن، در آتش جور کردن. بعد از این که آتش خوب روشن شد آمادگی گرفتیم برای زغال درست کردن که زغالا جور شوه و تازه شوه. دیگه خیلی بر ما خوش گذشت. هوا قدر خوب بود، هوا گرم بود که میتونستی یعنی بدون کافشن باشی با وجود که مثلا آفتاب نبود، اما هوا گرم بود و باران هم شد. بچه‌ها قدر خنده‌دار
که هیچ برسان نکنن. قبلا برف باریده بود ولی ای بار باران بارید. یعنی ما هر باری که اینجا آمدیم برف و باران بوده دیگه امرایش. قسمت اینجا با ما امرای برف و باران زده شده. اما بازم خیلی خوش گذشت. خیلی خیلی زیاد خوش گذشت. جای کلگیتان خالی خالی. مادرم آتیشه که جور کردم از زغاله رو جور بکنه که باران بارید و من اینجا ویدیو گرفتم از کلگی که در زیر باران و یا آقا پسر ما انگار نه انگار که باران میبره اقدر راحت بسکیت میخورد و همچنان ما و مادر که هیچ بارانی نداشته باز شوفه خانم خوب بود که بارانی داشت و نشستم ندماندم که آتش خاموش شوه. خلاصه خیلی بر ما خوش گذشت بچه ها. حتی در این لحظه بارانی هم نماندم که لحظه های شادی را که میخوایم سپری کنم خراب شوه. دیگه مادر رفته که زیر زیگک بشینه و تر نشوه و اونجا شوفه خانم که بارانی داشت که تر نمشد ولی نماند که آتش خاموش شوه. ما آمدیم که تر نشیم اما شاید باورتان نشه کیان جان ماشاءالله 4 دفعه لباس را تبدیل کرد بخاطر که در آب رفت در زمین تر بود. خلاصه دیگه چی بگم، کبابام در حال پخته شدن بود و بر ما زیاد 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 مزه دار معلوم میشد در اینجا تا که نوبتش رسید که بخورم میشه. خدایی من هر باری که در اینجا کباب پخته میکنم بسیار زیاد بعد از اینکه تمام میشه و خانه میام دلم آب میشه که چرا زیادتر نخوردم. نمیدونم شما ممنون هستین یا نه اما من خیلی شکم هستم و خیلی دوست دارم که غذاهای متنوع زیادی رو امتحان بکنم و بخورم. اینجا کیان جان میامد او میگرفت و بر از اون مرغکا میبرد. مرغکام دیگه او نان کیان جانم میخوردک و در یک جای دیگه که این مرغابی غور مزد سر بچه هم جیغ مزد و بچه هم خوشحالی مکد فکر مکد امراشون بازی میکنه. بر بچه هم زیاد خوش گذشت اما بچه هم زیاد خسته شده بود و خوابش گرفته بود. خلاصه غذا آماده شد. ما آمدم که من و شیدا آمدم میز آماده بکنیم که روی میز غذا بخوریم و ما یک دسترخوان آوردیم همراه قاب و چیزا گفتیم بانیم. من و شیدا هر دوتای ما تیارش کردیم و آمدم که غذا را صرف بکنیم و نوش جان بکنیم. اما قبلش لیموها اینا مانده بود که باید اینا را توتم کردم که کسی که لیمو خورستن و اینا لیموها را قاشکدگی باشه توتکدگی باشه که نفرها بتونن راحت بگیرنش. و بعدش بانجان رومیا را از سیخ کشیدم. خدایی جایتان خالی، جایتان خیلی خیلی خالی. بش مادر رفته که یک ذره چوب بیاره که دیدم چوبا کلگش تر بود و بعدش ما آمدیم که خلاصه دسترخونه بچینیم خوب منظم که هر کسی هر جای نشست بشینه و دسترسی در تمام چیز داشته باشه. ما همیشه سفره ما ساده است اما خیلی با همدیگه دل مهربان داریم و با همدیگه صرفش میکنیم. میگن نان و پیاز پیشانی باز. دیگه کسایی که دسترخانه رنگی هم دارن اونام دل باز دارن و شاد هستن و هم رنگ هستن. دیگه من توجه نکنن اوکی، من فقط هم تو میگم چیزی که در دلم هست در دوانم هست. دیگه گلوسا رو از پلاستیکش بکشیم که زغال و دودی و اینا نشده بوده باشه و اونا رو بانم روی میز و بعدش قابای ما رو بکشیم بانم روی میز. خلاصه هر چیزی رو که آوردم اینجا میچینم و ای که میبینین پیش روی نوشابه یک ظرفک روغن است، اسپری روغن است و او رو بخاطر چی آوردم؟ بخاطر که روی مثلا کبابا و اینا رو باید یک روغنکاری بکنیم که مزه دارتر شوه. دیگه نمک و مرجینای ما رو میکشیم با چای ما و اجزا. دیگه اینا رو روی مز میمانیم. خلاصه دوغ داریم، او داریم، نوشابه داریم، کباب داریم، سالاد داریم، لیمو، بانجان رومی. دیگه اینم مرجای خوشمزه بود. مرجایش هیچ خوب پرسار نکنید، خوب تند بود، مرجای تند تند. و اینم دسترخان ما کاماده شد. بریم غذا بخوریم. هورا هورا بشینیم. هورا بالاخره آرزویت برآورده میشه و غذا میخوریم. بله سید، بله سالها. به حال میریم که صرفش بکنیم.
بکنیم و کلگی باید بیاین که با هم دیگه بشینیم و غذا را نوش جان بکنیم. امیدوارم که ولاگ امروز ما مورد پسندتان قرار گرفته باشه. تا ولاگ بعدی و ویدیوی بعدی شما رو به لای پاک میسپارم. کسایی هم که تانوز ما رو سابسکرایب نکردن لطفا سابسکرایب بکنین و زنگوله رو فشار بدین تا هر وقت ویدیو جدید موندم با خبر شوین. بای.